فکر نو قرار داریم، یک جوان خیلی با استعداد و همچنان خیلی البته پرفعالیت هم هستن و با استعداد و یک جوان خیلی خلاق هستن. اینا رو دعوت کردیم. احمد بصیر احمد پاکمهر هسته که در برنامه دعوتشون کردیم و صحبت های با ایشان خود داشتیم. اینا رو خوش آمدید میگیم. یک سلام صبح بخیر تقدیم شما. علیکم السلام. منم به نوبه خودم به شما گرانده محترم برنامه نصیب صبح و همکارای گرامیتان و یک سلام خاص صبحگاهی نصیب تمامی بینندگان عزیز تلویزیون بیک. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتی. خوب بصیر احمد جان، میشه در رابطه البته در آغاز میشه از فعالیت های صحبت کنیم؟ از فعالیت ها ما تحصیلات ابتدایی را در ایران خلاص کردیم. تحصیلات ابتدایی که در ایران خلاص شد در بخش طب علوم تجربی، در بخش جراحی ارتوپد هم استخوان. سر همین که شد بعد یک جنجال مو که استادم بر اومده بود بخاطر همین بحث قومیت همین افغانی بودن اینا، بخاطر همین یک نمره کم شد، ما را از بخش طب آوردن در بخش علوم اجتماعی. بعد از دو سال شد قید تحصیل زدیم، قید تحصیل که خلاص شد دو سال مکتب لکن رفتیم پشت وظیفه در یک شرکت تولید جواد پلاستیکی میوه‌جات کار کردیم. بعد از اون کاکایم که عامل دپارتمنت یک از مکاتب از زنگ زد گفت بصیر جان تا کی میخوای رقم 20 سرنوشت و خودت بگردی؟ تمام دوستان این طرف و طرف قامخشات تمامشون صاحب وظیفه زندگی شده که تو تا چه وقتی رقم میخوای بگردی؟ بعد یک همشیرگک داریم همه ماست، خیلی بیاد از آده دیست هستن، با تشویق اونا اومدیم در افغانستان. در افغانستان که اومدیم اسناد ما که از ایران مور وزارت دفاع ایران نخورده بود، اومدیم دیگه صنف 12 تیر شدیم. صنف 12 در درجه دوم از اجه فراشم رفتیم نبخش پانتون. در مخواست انگام که امتحان کانکور آمد بخواد بازم بخاطر همین مشکل اسنادم نتانستیم امتحان کانکور تای مراحل کنیم. بعد از اون دوباره رفتیم در بخش پانتون خصوصی امتحان دادیم، در بخش علوم بخش حقوق. در بخش حقوق که امتحان دادیم الان شکر سمستر چهارم هستیم، چون سمستر چهار خلاص تازه شروع کردیم. بعد از اون طرف صبح ساعت 6 بجه صبحگاهی تا 7 بجه در انگلیسی میخوایم در یک از این کورس ها، با ساعت 7 بجه تا ساعت 3 بجه در بخش سارنوالی در سارنوالی نظامی هستیم. بعد از اینم پانتون و درس و خیلی خوب است و جوان خیلی با استعداد همچنان معلوم میشن و همچنان هستین. خب در تا جایی که ما میفهمم یک بار شما البته خارج از کشورم همچنان سفر کردین، اونجا چطور بود زندگی؟ با چه مشکلات روبرو شدین اونجا؟ کشور خارج مثل آدم هم رقم که خانه همسایه معذب است، همونجور آدم معذب است، آدم اون راحتی که در خانه خودش داره در خانه همسایه نداره. بعد از گذشت مرور زمان طبق همین قراردادها ما مردم یک مردمی هستیم که هیچ وقت من شما رو قبول نمی کنم، شما مرا قبول نمی کنم. فقط بین ما نم تنها رسم است، شما میگین هزاره، ما میگم ازبک، ما میگه تاجیک، ما چیز. به خاطر همین دلیل پس ماندن ما و شما دیگه کشورها همین است. ما یک استاد داشتیم در صنف دهم اگه اشتباه نکنم، استاد لغزایی، خیلی ما رو تشویق میکردن. ما 5 تا عرب بودیم، در 5 تا نقطه صنف میشستیم، ما در مابین بودیم. همیشه در شوخی میگم بصیر احمد جان تو یک روز ریاست جمهوری رو میگیری، اشرف غنی دستم میداد او 4 تا دیگه حسودیش هم میشد، استاد ایرا چی دیگه کارا، استاد این کارا نمیتونه، استاد این رقم است، تو خو خیرش باشه. بعد روز بعدی که اومدیم دیدیم این 4 تا عربا چاکی نار بودن، یک کنج مانده بودن. باز دوباره استاد ما اومد، استاد لغزایی، گفت رو هر جا ببرم بذارم، گفت در شوخی میگفت که مثلا که میخواستم یک درس بده که شما مردم هیچ وقت همدیگه رو نمیپذیرید. چاکی ما برد کنج صنف ماند، گفت بازم گفت بصیر احمد جان هر جا باشی، گفتم ریاستی، گفتم چیز تاز. باز اینا رو زور داد. یه روز در 15 جلسه بود، ما جزو هیئت پیشتازان استاد گلستان هم بودیم، ما رو دعوت کردن، گفت بصیر احمد جان یه گپ میزنم، گفت دلیل شما مردم میفهمید پست بودنتون چی است نسبت به دیگه کشورها، عقب ماندگیتون، گفت شما مردم هیچ وقت همدیگه رو پذیرش ندارین، هیچ وقت. یعنی در بینتون اتفاق نیست. گفت دو تاش، گفت بچه مامایت است، گفت یکشم بچه خاله تست کرد، یکشم بچه مامای مادر تست کرد. این گفت وقتی تو رو قبول نداره، گفت مردم مثلا بری گفت کابل، تو مردم کابل تو رو قبول میکنن، مردم جازجان تو رو قبول میکنن. گفت روزی که بعد یک روز دیگه اومد دست، گفت افغانستان 30 سال قبل گفت جوری که اتفاق اتحاد داشت، گفت
دیگه کشور رو از این از افغانستان می اومدن تحصیل میکردن، می اومدن درس میگرفتن که مردم سر یک قسم خودش، حتی در فیلم خداگوار از کدام است میگفت سر یک قسم خود مردم استاد داشتن. الان میگن اون چیز گذشته نیست، بخیر میگفت شما مردم تمام چیزتان زیر پا گذاشتین، نه خوردن میشناسین نه کلان میشناسین. به خاطر از همین ما مردم تا به امروز چیز هستیم دیگه، نصف ما داخل آبای یونان غرق میشه، نصف ما این طرف هستیم نصف ما اون طرف هستیم. طبعا خب افغانستان ما انشالله با امید امروز روزی که البته در بین ما اتفاق اتحاد صمیمیت برادری و خوبت بیاید و آری از مشکلات و یک کشور البته کشور ما کشور البته پیشرفته شود، پیشرفته از دیگر کشورها. سپس البته در این جوانی قدر مشکلات روبروشین، چی باعث شد که شما رفتین طرف خارج کشور؟ تقریبا ما 2 ساله الی 3 ساله بودیم، یک همشریک خوبترک از خودم دارم 2 ساله. ما پدر ما کارمند دمکل اردوی شبرغان، یک قله چیز میدان طیاره بود، دوجی کار میکرد، خلیفه بود. بعد طالبا که حمله کردن ما رفتیم، خودم از قریه ینقرق هستیم، تا طرف ینقرق رفتیم، طرف شب طالبا از طرف چوباش اگه اشتباه نکنم حمله کردن، مجبور شدیم ترک وطن کنیم، رفتیم طرف پاکستان. تقریبا 6 ماه در پاکستان زندگی کردیم، بعد از اون با کل مشکلات رفتیم طرف ایران. در مرز ایران برادران ایرانی ما لطف نمودن، ما دوباره طرف افغانستان روان کردن. باز دوباره ما بدتر از اونا شق بودیم، باز دوباره 2 دفعه 3 دفعه رفت و آخر بار 3 موفق شدیم کار ما در ایران رسید. در ایران که بودیم 6 ماه تیر نشد، خبر رسید که پدر کلانم طالبا بودن شهید شد. بعد از اون 1 سال تیر شد، بعد پدرم شهید شد. پدرم اونجا کار میکرد، همین اون موقع در ایران کم یک عرض روباش زیاد بود، سر وظیفه که میرفت یا پشت سر اومده اینا مورد چیز قرار میگن شطلم، بعد به خاطرم خون ریزی درگذشت. بعد از اون ما ماندیم و یک مادری که تازه 22 ساله بود بیوه شده بود، یک اولاد 3 ساله، یک دختر 1 ساله، یک کشور مملکت غریب. بعد از اون کم کم مادر ما خودش سر کار گرفت، بخش نظافت تیر شده بود، ما را دیگه رسد. باورتون شاید نشه، ما شاید در یک روز جمعه شاید 1 ساعت 2 ساعت مادر ما رو میدیدیم، بسته هفته نبود. صبحکای ساعت 6 بجه صبحکای میرفتن، شبم ساعت 8-9 بجه ما میخوابیدیم. دما جیر ما چیز کرده بود، گفته بود از خانه برای دو یک آدم چیز از آدم فرست شما رو میخوره. ساعت نماز شام که آذان میداد ما میخوابیم، صبحکای ما بلند میشدیم، مادر نبود. صنف اول تیر شدیم، مادر بی سواد، خودم هم تازه صنف اول تیر شدیم، هیچ چیز نیست، کتاب رو میگرفتیم خدای ما چی رو بخونیم. مکتب میرفتیم اونا چیز، بعد کم کم خودم هم کم ایجاد میکنم این قرآن خواندن یاد داشتم، کم کم پیش خودم رو جور میکردیم. بعد در صنف اینه که خلاص کردیم، در صنف متوسطه رسیدیم. در صنف متوسطه رسیدیم، یک استاد داشتیم به نام استاد طاهری، واقعا از همجا در اگه واقعا اگه ما رو میدن دستشان رو ماش میکنیم، خیلی زحمت کشیدن، راه خوب و بد ما نشان دادن که این راه رو برین این رقم هست، این راه رو برین این رقم هست، این موفقیت ها میرسیم. استادا خیلی ما رو پیشرفت چیز میکردن، تشویق میکردن در همه راه، میگفت هیچ موقع مثلا کاسی خودتان رو سعی نکنین، همیشه در فکر رو باشین که چی دارین، چه استعدادی دارین، پشت استعدادتان بگردین. کمی گپشان باعث شد کمی گپ شوخ بودیم، شوختر بودیم، شوختویر کنار گذاشتیم دیگه. در صنف همون 6 بود رو به درس خواندن گرفتیم. معذرت. خب واقعا این جای البته افتخار است که تا این سرحد رسیدین و خیلی خوشحال هستیم و همیشه موفق باشین. خب اینجا که آمدین بعد از اینکه تحصیلات البته ادامه دادین، فعلا در البته پانزده حقوق هستین، البته چندم نمره هستین؟ در بخش پانزده علوم و علوم سیاسی اول نمره عمومی هستم. بعد یکی از همکارای خود شما هست در بخش تلویزیون، از همکارای پشت صحنه تان آقا فایز محمد جان، خیلی در بخش درس خواندن بخیر ما رو تشویق میکردن. مثلا بچه های ما که میگفت شوخته بستن، میگفتن وقت شوخی و مذاق میشد، خودشان مذاق میکردن، من گفتن تو برو سر درست بشید، یه کار رو دتا نمیشنه، خود اینا میرفتن شوخی و مذاقشان میکردن. واقعا نماینده همچنان هستی؟ نماینده هم، بله. خیلی خوب است، بازم موفق باشی. و خب در آینده چی تصمیم داری، چی هدف داری، چی فکر نهاد در ذهنت هست؟ در آینده از دم صنف دم ایران که بودیم، ما یک هدف داشتیم در عنوان رسیدن در لوی سارنوالی. بخیر اگه زندگی بود در عنوان رئیس روی سارنوالی شد، خیلی الان در هر که میگفتم مسخره میکردم، میگفتن هدف چیزی که آدم خودش تلاش آدم به هدف میرسن. اون کسایی که در این مقام در این منزله رسیدن، کسی هم
از بعد به تولد با خودشان امرو نبودن، با تلاش، زحمت، کوشش. او رقمی که من حمایت همین عمه جان گفتم، کاکا جانم، مادرم از ایران، یک لالا دارم بیادر خاند ماست، بخی تشویقشان میکنم. طبق تشویق اونا اون هدفی که دارم به امید خدا به اون هدف خودم میرسم. انشالله ما هم دعا میکنیم که به زودترین فرصت البته به هدفت برسی. و دوستای عزیز، جوان خیلی موفق را دعوت کردیم و همچنان در البته کسایی که البته پیام اخیرشون ازشان میگیریم، کسایی که البته زندگیشون بسیار زیاد خوب است، در اینجا فردی که زندگیش عالی هست، وظیفه همچنان داره، خانواده بسیار خوب هم داره، زندگیش خوب پیش میره، ما افغانستان ترک میکنه میره به طرف خارج، به اونا چی گفتن دارین شما؟ طبق گفتن به عنوان یک برادر شاید خرد باشم یا کلان باشم، هیچ وقت خانه همسایه خانه ما نمیشه. هر جا برین اگه تمام امکاناتم داشت باشین، بازم دم کارت اقامت رو میزنه بیگانه. هرچی تحصیل کنین، هرچی دیگه صاحب یک وظیفه شده نمیتونه. آخر سرش باید یا باید یک کار مشاغل سخت مثل کار ساختمانی یا کنه به نو، یا باید یک از این کارار پیش برد. هرچی کنین در فکر آباد کردن خانه دیگران نباشین. به فکر این باشین یک روز بیان خانه خودمون آباد کنین. خانه دیگران آباد شد، خانه خودمون هنوز خرابه ویران است. سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. آقای بصیر احمد پاکمهر، محصل پانزده حقوق، و باز هم موفقیت هرچی بیشتر براتون آرزو دارم و انشاءالله که به امیدم هدفتان برسید.